سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، من الهام جزایری هستم و امروز در خدمت یکی از کلاینت های عزیزمون آقای کارگر هستیم که برای پروسه مهاجرتشون به عنوان مشاور بنده خودم در خدمتشون بودم و الان استرالیا هستن. میخواییم که یه صحبت کوتاهی باشون داشته باشیم در خصوص در واقع پیدا کردن کار در استرالیا. ایشون در شغل در واقع الکترونیک اینسترومنت تریدز ورکر در ایران مشغول به کار بودن و تخصصشون هم در این زمینه بود که حالا خودشون زحمت میکشن توضیحات رو میدن. سلام جناب کارگر. سلام خانم جزایری، احوال شما؟ سلامت باشید، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بچه‌ای که دارن مسیر شروع میکنن، حالا وسطاشن یا یه جایی خلاصه توی این مسیرن، اینا آرزوی موفقیت دارم براتون. سلامت باشین جناب کارگر. اول میخوام که زحمت بکشین یه توضیحی در خصوص تجربه همکاری با شرکت ما بدین، اینکه کی شروع کردین پروسه رو، چه چالشایی داشتین، چقدر زمان برد و نهایتاً چه نتیجه‌ای گرفتین. عرض کنم خدمتتون که خیلی عالی بود حقیقتش بخواید. خیلی سخته واقعا مثلا توی مقوله مهاجرت یه جایی رو پیدا بکنه آدم که بتونه بهش اعتماد بکنه، چون به هر حال همه این خبرهای خیلی نچندان جالب رو شنیدن که آره آقا جان به شما میگن که آو خیلی خوبه فلانه، اونجا اتفاقا دنبال یه پادشاه میگردن با مشخصات تو، حالا اگه تو بیای اونجا که دیگه نون تو روغن و اینا. بعد حالا وسطای کار حالا یه جایی میگن نه نشد و فلان اینا، خیلی واقعا سخت. ما هم شنیده بودیم حقیقتشو بخواید، موقعی هم که داشتیم میومدیم تحقیق آنچنانی نکردیم، من حتی یه دونه از این ویدیوها هم نگاه نکرده بودم اون موقع، ولی خیلی خوشحالم از این که این کار کردم و در ادامه مسیرم که انقدر همه چی واقعا تحت کنترل پیش میرفت و همه چیزایی که گفته میشد، یعنی ما فقط یه مرحله طول کشید تا بتونیم اعتماد کامل بکنیم. حالا شما خودتون مشاوره از نمت رو میکشیدید، من همسرم باش اومده بودم خدمت شما، یادم که یه سری چیزایی شما به من توضیح دادید و حالا یه سری بچه شاید نمیدونن، چون مرحله به مرحله وقتی کار رو داره انجام میشه توی اون پروسه هر کسی حالا یه کاری رو انجام میده و خانم جزائری حالا با توجه به حالا اون تجربه‌ای که ما داشتیم شاید در هیته‌شون هم نبود، ولی مثلا اشاره می‌کردن که حالا اینجا هیته من نیست، ولی با توجه به چیزایی که دیدم مثلا این شکلی بود و اینا. بعد تو اولین مرحله وقتی اون اتفاق افتاد، من دقیقاً یاد حرفاش رو افتادم که بعد همین قضیه ادامه پیدا می‌کرد تو مرحله بعدی، مثلا می‌رفتیم برای اسسمنت یه سری توضیحاتی می‌گرفتیم، یه پیش‌بینی‌هایی می‌شد، بعد می‌رفت جلوتر همونا اتفاق می‌افتاد. این نشون دهنده اینه که واقعاً شما تجربتون، تیمتون خیلی تجربهش بالاست و این کار رو بارها انجام داده و دقیقاً شناخت داره از کاری که داره انجام میده و این خیلی چیز جالبی، کمتر پیدا میشه همچین چیزی حقیقتشو بخواید. سلامت باشین. چه ویزایی گرفتی جناب کارگر عزیز؟ ما 190 گرفتیم خدا رو شکر، خیلی هم طول نکشید از وقتی که اون کرونا و ماجرای ایناش تموم شد. درسته. و اینکه با چه نمره زبانی اقدام کردید؟ من اون 10 امتیاز رو داشتم با پی تی، یعنی 65 پلاس میشه. آره. بسیار همالی. و الان کدوم شهر هستیم؟ ما درمان از ایالت استرالیا جنوبی بود، ما اومدیم ادلید. حالا میتونستیم جای دیگه هم اگه بخوایم بریم، ولی حالا ادلیدی که حالا خود استرالیا جنوبی حالا یکی بزرگترین شهرهایی که داره ادلیده، ما انصافا راضییم اینجا، فکر نمی کنم اصلا هیچ وقت از اینجا بریم. پس به نظرتون شهر خوبیه برای زندگی به لحاظ امکاناتی که داره؟ 100% این شکلیه. من فقط بخوام یه مقایسه بکنم، چون من همه استرالیا رو هنوز نرفتم، یه بار فقط ملبورن رفتم یه 2 هفته‌ای، اونم بابت کار و دوره و اینا بود. من حقیقتش تو همون 2 هفته تصمیم گرفتم که بهترین شهر استرالیا به نظر من ادلید، و با توجه به افرادی که اینجا شناختم و استرالیایی هستن و صحبتشون رو میشنوم و تجربه‌ای که خودم به دست آوردم حالا در مقایسه با ملبورن و اینا، به نظرم ادلید بهترین شهر اینجاست به لحاظ امکانات، که چیزی کم نداره. من نمیدونم چرا
این ذهنیت تو بعضی ها هستش که مثلا فکر میکنن ممکنه امکانات کم باشه نسبت به شهری مثل ملبورن و اینا. نمیدونم چه امکاناتی دیگه واقعا احتیاجه دیگه. شما بیمارستان و نونبایی بربریه که مثلا حالا نون تازه بهتون بده هم هست دیگه. من از هر دو سر شما حساب کنید همه امکانات اینجا داره. من نمیدونم چه این رو باید بره ملبورن. به مراتب شهر تمیزتریه به نسبت شهر مثل ملبورن. ببینید اونجا جمعیتش بالاتر، مهاجراش هم بیشتر، سطح فرهنگی اوریجش میاد یه مقدار پایین‌تر و تو شهر میبینی همچین چیزی رو. حالا شاید حالا مثلا واسه کنسرت ملبورن شهر بهتری باشه دیگه، چون جمعیتش بیشتره، سالن‌ها زودتر تیکتاشون فروش میره و اینا. مثلا حالا دوستان میخوان برن کنسرت از اینجا میرن یه دقیقه ملبورن، یه ساعت بعدش برمیگردن دوباره، مشکل نیست. درسته. چند وقت الان وارد استرالیا شدیم؟ ما حدودا 6 ماه فکر کنم، حالا یه خورده بیشتر شد. 6 ماه. بله. خب جناب کارگر، وارد استرالیا که شدین اولین کاری که شروع کردین چی بوده؟ با چه شغلی شروع کردین کارتون رو؟ بله، اولین کاری که من شروع کردم یه کار کژوال بود، یعنی کار همچنین اتو کشیده ای نبود، ولی خب من خودم آدم فنی هم، همه کاری تقریبا تو ایران که بودم انجام میدادم. از حالا من رشتم الکترونیک بود، ولی قبل از این که بخوام یه مثلا فارغ التحصیل رشته الکترونیک باشم برق‌کاری میکردم، در حین همون برق‌کاری مثلا با چوب و اینا خیلی بازی میکردم، با رنگ و اینا خیلی بازی میکردم. این کارخونه ای هم که من اولش رفتم سر کار، حالا این توی رزومه هم حالا اون شیه کوچولو راجبه مثلا نقاشی و نجاری و نمیدونم این چیزها، مثلا این چیزهایی نوشته بودم. دیدم یک آگهی واسه کار توی کار لیبر به حساب میومد، توی یه فکتوری بودش که کار رنگ و اینا انجام میده، یعنی از تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی مراقبت میکردن از سطوحشون. میومد اونجا یه کوره ای داشتن، حالا بدنه اون محصول با سنباده و اینا مثلا تحت حالا مراقبت قرار میگرفت و رنگ و کوره و خوش میشد و میومد بیرون. از این داستانات ما تو همه این مرحله شرکت داشتیم و یه کار فنی به حساب میومد، کار سختی بودش، ولی خب به راحتی اینجور کارا رو میشونه آدم پیدا بکنه، به خصوص چون کار اول اینجا پیدا کردن سخته، بک‌گراندی نداری، اینا رفرنسی ندارن که بتونن استعلامی بگیرن، بدونن چه جور آدمی قرار بیاد براشون کار بکنه، مرتب است، منظم است، چه جور آدمیه و اینا. آدم باید یه مقدار انتخاب خودشو باز بذاره که بتونه شغل بگیره و اون شغل اول قسم سخت‌تره. من تو بیت پیدا کردم، خیلی هم آسون بود، یعنی از اول تا آخر پروسه استخدام این کار 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. بسیار همانی. چقدر این کار رو ادامه دادید؟ یعنی چه مدتی مشغول بودید؟ فکر میکنم 7 یا 8 هفته. آره 8 هفته. بعد بعدش دیگه ادامه ندادم باشون، آماده کردم خودم رو یواش یواش برای رفتن سراغ شغل تخصصی. یه مقداری طول کشید. اینجا اتفاقا حالا برخلاف کار کژوال که خیلی سریع آدم میتونه جذب بشه و خیلی هم آسون میشه رفت واقعا توی اینجور کارا و حساسیت بالایی نداره. ببینید اینجا یه مقدار اینا لهجهشون متفاوته و فقط هم لهجه متفاوت مخصوص اون افراد استرالیایی که اینجا زندگی میکنن و خونشونه نیست. شما هر جایی بری بخوای کار بکنی تو استرالیا، یه سری همکارای استرالیایی داری و یه سری افراد بومی که نیستن، حالا مثلا از چین اومده، از هند اومده، این دیگه لهجه خاص خودش رو داره و توانایی مثلا زبانش باز محدوده. میدونید این که شما بتونی بری توی کار کژوال کار بکنی به جای اینکه یه نفر بخواد یه چیز پیچیده ای رو بهت بگه، حالا با اون لهجه و اون سرعت خودش که هیچ وقت تغییر نمیکنه، نمیدونم چرا، حتی واسه خودشون هم سواله که چرا این اتفاق نمیفته. بهتره که لااقل اون چیزی که داره با اون سرعت و اون لهجه گفته میشه حداقلش راجع به یه چیز ساده باشه که آقا مثلا اونو بیار یا اینو ببر یا اینو بلند کن یا مثلا این کارو انجام بده، این یه چیز ساده و تخصصی نباشه، خیلی جزئیات نداشته باشه. و از دست دادن اون کار از طرفی خیلی دردآور نخواهد بود، یعنی شما خیلی راحت میتونی برید دنبال یه کار کژوال دیگه. اما
این تجربه واقعا به نظر من خیلی ارزشمنده. موقعی که میری کار دائمتو میگیری و خیلی کار خیلی مهمم است و سختم به دست میاد، این تجربه به درد میخوره. لااقل با اون سلسله مراتبش آشنا میشی، با نحوه برخورد با مشتری آشنا میشی، با همکار آشنا میشی، نحوه برخوردش و ایناش خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه. بنابراین من توصیه میکنم که حتما دوستان تشریف میارن، حالا با هر سطحی از زبان که هستن، به خصوص اگه احساس میکنن لیسنینگشون ضعیفتر از مهارتهای دیگه شونه یا جزء ضعیف هاشونه، حداقل حتما حتما با کار کژوال شروع بکنن. خیلی مهمه که با کار کژوال شروع بکنن. حالا ایشالا در ادامه بینن دنبال کار تخصصیشون و اون وقت متوجه میشن که اون بحث تخصصی چقدر سختتر انتقال اون اطلاعات از مشتری به شما یا از شما به مشتری. من زبانم بد نیست، حداقل لیسنینگ هم هیچ وقت من نقطه ضعفم نبوده. یعنی بهترین مهارت من تو زبان لیسنینگ، من آیلتس آکادمیک و لیسنینگش رو 8.5 راحت میگرفتم. یعنی اون 8.5 هم اون نیمش هم به خاطر یک یا دو غلط املایی بود، همیشه این شکلی بودش. ولی وقتی اومدم اینجا بازم توی این که مثلا یه بحث سنگین فنی رو بخواد طرف مشتری به من انتقال بده که بعد من میخوام تازه ببینم درد دستگاهش چیه بتونم برطرف بکنم، واقعا سخته. درسته. بنابراین اون کجال خیلی کمک میکنه اینجا بایدم. بله. و راجع به شغل تخصصیتون یه مقدار بر ما لطفا توضیح بدید که الان مشغول به چه کاری هستیم و چقدر طول کشید؟ آیا نیاز بود که کار خاصی قبلش انجام بدین، دوره‌ای بگذرونین، سرتیفیکیتی بگیرین؟ به چه صورت بود کلا نحوه ورود شما به شغل تخصصیتون؟ بله، توی شغل جدیدم من کارم الان تعمیر دستگاه سورتر هستش. من کارم توی ایران تعمیر ATM بود، یه دستگاهی بود که با اسکناس سر کار داشت و اینا. حالا مشتری در مقابل دستگاه قرار میگرفت. دستگاه سورتر حالا یه دستگاهیه که خیلی بزرگتر از یه ATMه، البته میتونه مدل دسکتاپ هم داشته باشه، اما اینایی که من ازشون نگهداری میکنم دستگاه بزرگی هستن که برای انجام کارهای خیلی سنگینی طراحی شدن و توی که خزانه‌های ادلیت هستش، مثلا دو تا دستگاه هستشون. من کارم تعمیر و نگهداری این دستگاه است. بله. و نیازی نبود که سرتیفیکیتی داشته باشم، منتها پروسه استخدامش هم طولانی بود، هم یه مقدار خیلی جزئیات داشت. ما آگهیشون رو که دیدم فقط یه رزومه فرستادم، یه سری مدارکی که تو رزومم اشاره کرده بودم ضمیمه کردم و ارسال کردم. بعد اینکه توجهتون رو جلب کرد یه ایمیلی به من دادن، گفتن این امتحان ورودی شرکتمونه، تو شرکت بکن و اینا، بالا مرحله بعدی ببین چی میشه. امتحانش امتحان آسونی نمیشه بگیم بود، چون من برد جایی که مثلا واقعا یادم نمیاد برده بود. من 10-12 سال قبل که تو دانشگاه مثلا زبان سی خونده بودم، ناچار شدم برم فکر کنم دوباره تو گوگل ببینم این چجوریه اون چجوریه. یه 5-6 دفعه بود که همه سوالش هم 4 گزینه‌ای بودش. اونو که انجام دادم و اینا، حالا توجهشون جلب شد. سوپروایزر استرالیا توی این شرکت بین‌المللی چیز کردش، تماس گرفت و گفت ما میخوایم حالا این پروسه اپلیکیشن شما رو ببریم بذار جلوتر و اینا. یه مصاحبه فردی با من ترتیب داد فقط، یعنی من با اون سوپروایزر. بعد اون گفت حالا من باید تصمیم گیری بکنم و بهت اطلاع میدم. چند روز بعد دوباره ایمیل زد که من میخوام تو با تیممون هم مثلا مصاحبه بشی، حالا اعضای تیم هر کدومشون ممکنه سوالایی داشته باشن که ازت بپرسن. اون اتفاق حالا چند روز بعدش افتاد دوباره. بعد اینا یه نماینده ای رو ارسال کردن عدلی، چون این شرکت ما بیسش تو ملبورنه، اینا از اونجا بعدی رو فرستادن عدلی که بیاد. حالا رفتیم توی کافی شاپی، یه مصاحبه حضوری هم با اون کردم، تقریبا 3 ساعت هم طول کشید. بعد حالا بیشتر این حرفا دیگه از حالت فنی خارج شده بود، یعنی مثلا بهتون بگم داشت 3 ساعت از من میپرسید که تو چی بارته، یا مثلا فنی چقدر بلدی، یا مثلا اینا رو از کجا بلد شدی اومدی این جواب سوالای ما رو. نه اینجوری نبود، داشت از شرکتشون میگفت و اینکه تو داری میای اینجا حالا با این حقوق اینجوری. خیلی آدم معقول و مهربونی هم بودش که یه دو سه ساعت طول کشید. بعد دوباره رفت و دوباره با تیمشون مصاحبه کردیم. بعد دیگه رسید به قرارداد و دیگه رفتم دوره دیدم و بعد که دیگه اینجا رو تحویل گرفتیم و کار شروع کردیم. 3 ماه هم پروبیشن داره.
چه دوره‌ای گذروندین؟ دوره دقیقا برای همین کار بود؟ بله، دوره‌ای بودش که توسط خود شرکت برگزار می‌شد که نیرو رو آموزش بده درباره اون دستگاهی که قراره مثلا ازش نگهداری بکنه. چون جزئیات زیاد داره دیگه، این اطلاعات بیرون نیستش که مثلا شما بتونی بری جایی دیگه دوره ببینی، مثلا دو فنیرفهی بری نمیدونم دوره تعمیر سورته نداریم ما اصلا. درسته. اینا دیگه دستگاه تخصصیه که فقط اطلاعاتش در انحصار همون تولید کننده است، اون میتونه این چیزو توضیحاتش رو بده و بعد شما رو آماده کار بکنه. چقدر این دوره زمان بود که بگذرونی؟ بود شامل قرارداد بود، یعنی از اون لحظه من کارمندشون بودم و حقوق میگرفتم. درسته. حتی هتل و نمیدونم غذا و خورد و خوراک و همه اینا هم با شرکت بودش. بسیار عمالی. بعد این دستگاه سورتر تا جایی که من متوجه شدم همون دستگاهیه که مرتبط با اسکناسه دیگه، سورت کردن اسکناس، درسته؟ بسیار عمالی. خب بعد سوال دیگه که از حضورتون دارم، خیلی هم وقتتون نگیرم، در خصوص پیدا کردن خونه بوده، چون اجاره خونه هم به هر حال ممکنه که یکی از چالش‌های اصلی باشه. شما تجربتون در این زمینه چی بوده؟ آره، همون جوری که ما قبل از اینکه حالا بخوایم بیایم رفته بودیم تحقیق کرده بودیم و از تجربه دوستانی که قبلا اومده بودن استفاده کرده بودیم. بله، ترسناک‌ترین چیز اینجا به نظر من خونه است. تو اینجا بزرگترین هزینه‌ای که شما، یعنی از اون حساب حقوقت خارج میشه، برای خونه میره و پیدا کردنش هم کار سختیه، ولی میتونی شانس داشته باشی و قصر در بری. ما شانس داشتیم و قصر در رفتیم، ولی آخراش این اتفاق افتاد. یعنی ما میتونستیم خوش شانس از این باشیم و ما اولی که اومدیم این اتفاق افتاد، چون دیدم که این اتفاق برای کسی افتاده بودش. خیلی مهمه که توی خونه پیدا کردن طرف که حالا داره تازه میاد آمادگی اینه داشته باشه که یه چند ماهی از جیب بخوره، یا آمادگی اینو داشته باشه که حداقل اگر یه همچین شرایطی پیش اومد براش مهیا باشه. و در حالا این مدتی که هستش بتونه حالا برای خونه گرفتن اقدام بکنه و انتظارش هم خب باید جوری باشه که جور در بیاد. اینجا امتیاز، بر اساس امتیاز هستش اپلیکیشن ها رو بررسی میکنن. گواهینامه رانندگی بالاترین امتیاز رو داره، فکر کنم 40 امتیاز داره، و شما اگه امتیازت به 100 نرسه از اپلیکیشن قبول نمیشه، مگر اینکه برای اون ملک کسی شرکت نکرده باشه که بخواد تا اون امتیاز رفته باشه. من اینم میدونم که مثلا اینا ترجیح میدن خونه خالی باشه تا اینکه به هر امتیاز پایین مثلا داده بشه، ولی بازم همه شانسیه. ما مورد داشتیم که طرف گواهینامه نداشته، شغل دائم نداشته و به قولی امنیتی به اون شکل نداشته، استیبل نبوده وضعیتش، ولی با این حال خونه بهش کرایه دادن. خیلی هم سریع این اتفاق افتاده، طرف مثلا 20 روز 25 روز اومده خونه گرفته. خیلی کار سختیه، ولی خب باید اکتیو باشه آدم بتونه مثلا بره اینجا. باید حتما اینسپکت بکنی خونه رو، تو بهت خونه رو کرایه بخوان حالا در آینده بدن یا نه، حتما باید خونه رو اینسپکت بکنه طرف. همین اینسپکت کردن زمان میخواد، هی باید بری بیای. اگه شغل داشته باشی شغل دست و پاتو میبنده، فکر کن تازه رفتی سر کار، چالش داری بابت زبان و این روزای اول شغل، حتی تو ایران هم خیلی استرس داست. شما فکر کن حالا این وسط هی هم میخوای بگی آ من مرخصی میخوام برم فلان جا خونه اینسپکت بکنم، خیلی چیز میشه. بخاطر اینه که میگم یه چند ماهی آدم باید مثلا این آمادگی داشته باشه که از جیب بخوره. مثل من نه، اما اول بره سر کار بعد کاره نذاره که تو بری یه خونه اینسپکت بکنی، سخت، اینجوری خیلی سخت میشه. متوجه شدم. و سوال آخر این که چه توصیه‌ای برای کلاینت های ما دارین که یا پروسه‌شون رو شروع کردن، در ابتدای مسیر هستن، یا هنوز به تصمیم گیری قطعی نرسیدن و هنوز استارتشون نزدن؟ واسه بچه‌هایی که الان دارن انجام میدن کارشون رو، که خیلی آرزوی موفقیت دارن و اینکه چه تصمیم خوبی گرفتن و چه جای درستی اومدن، به نظر من حالا یه شانسکی هم اگه اومدن که خیلی خوش شانس بودن. انشالله که دعوتنامه و ویزا و ایناشون زودتر میاد با همین شانس و اینا. اگر هم که تحقیق کردم واقعا دمشون گرم،
که آدم بتونه این ترک بکنه چی جایی رو پیدا بکنه، واقعا خودش یعنی که کارش درسته. آماده بکنم خودشونو اون قسمت کار که دست خودشونه، قسمت زبانه و اون مدارکی که میخوان از شرکتاشون حالا از دانشگاهاشون میخوان بگیرن. دیگه ما کار دیگه از دستمون بر نمیومد واقعا تو پروسه خودمون، ما فقط اون چیزایی که بچه‌ها میگفتن، حالا آقای نقوی بودن برای اسسمنت من، حالا با اون کیفیتی که ایشون میخواستن من سری مدارکی رو از شرکت گرفتم و زبان خوندم. همین کار دیگه از دست من بر نمیومد، بقیه کارا رو بچه ها انجام میدن. من میگم من این کارو بکنن، خیلی راحت بشینن عقب نون ماستشون رو بخورن و بذارن بچه‌ها بشینن من این کارشون رو انجام بدن، اعتماد بکنن. خیلی مهمه که این وسط راه آدم دودل نشه، استرس نگیره، یا این کارو شروع میکنی یا نمیکنی دیگه. حالا که کردی اعتماد بکن، کارتو به دست آدمای درستی سپردی و زبان بخون. هیچ مدرکی هم به نظرم نمیخواد بری بگیری، چون اینجا مدارک خودشونو فقط قبول دارن. حتی اگه قرار باشه مثلا فرمون یه آپولویی رو بهتون بدن که هوا بکنی، بازم مدرک نمیخواد. همین که مثلا شما صلاحیت تایید بشه در عمل براشون مهمه. معمول زبان بخونن، اینجا واقعا زبان ممکنه در لحظه ورود ضربه خیلی مهلکی بزنه به آدم که اصلا آدم نفهمه که اومده خارج چقدر جای خوبیه، به آرزوم رسیدم و اینا. زبان بخونم خیلی مهمه. خیلی ممنونم از شما، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. یه مقدارم به هر حال صدا و گلوتون ناراحته، ولی بازم لطف کردین به ما و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی خوشحال شدم مجدد دیدمتون، خیلی خوشحالم که موفقیتاتون رو داریم در استرالیا میبینیم و براتون آرزوی سلامتی دارم. یه تشکر بیژم دارم و به خود بچه ها، خود شما خانم صفاجویی، خیلی عذیت کردیم آخری ها هرچی دعوتنامه و اینا نزدیک تر میشه من زنگ زدم خانم نایمد که دیگه روز آخرشون زنگ زده بودن که بگن ما ویزا اون اومده، من گوشو برش بودم ویزا اومده نه. خیلی ممنونم از شما، خواهش میکنم، خوشحال شدم دیدمتون، وقتتون بخیر. قربون شما، خدا حافظ. فعلا خدا نگهدار.